اگه میبینی که کوله گازی تو باد گرم داره میزنه، خوب خوب حرف منو گوش بده. ببین دلیل اولش این است که کوله گازی رو نصب کردی، به حال خودش رها کردی، اصلا بهش اهمیت نمیدی. چرا؟ چون باید یه برنامه زبانمندی واسه تعمیرات و سرویس داشته باشه که همین الان بهت میگم چیکار کنی. دلیل دومش این است که اون فیلتر هوایی که روی پنل داخل واحدت نصب کردی، فیلتر هواشو باید حداقل ماهی یک بار در بیاری و فیلتر پارچه‌ای رو درش بیاری و تمیزش بکنی، بشوریش، هر موقع خوش شد بذاری سر جاش. این نکته خیلی مهمی بود که بهت گفتم خودت میتونی انجام بدی. دلیل بعدیش این هستش که شماره 3، گاز داخل سیستم کولر گازیت کم هستش، یعنی سیستمت یا نشتی داشته یا به مرور زمان گازش کاهش پیدا کرده، نش کرده و گازی که الان داخل سیستمت هست اون فشار لازم رو نداره. نکته بعدی این هستش که موتور فن از کار افتاده. اون فنی که روی کندنسر روی پشت بام یا داخل تراس و یا بالکونت گذاشتی، اون فنش از کار افتاده. حالا چه دلیل داره؟ یا میتونه خازنش سوخته باشه، یا میتونه فنش نیم سوز شده باشه، و یا اینکه خدمت شما عرض شود که بوش و یا بولبولینگ و یا سایر تجهیزاتش دچار اشکال شده باشه و یا حتی برقش قطع شده باشه. این نکته ای هستش که الان خواستم بهت بگم. نکته بعدی خرابی کمپرسور یکی از دلایلی هستش که باعث میشه که کمپرسورتون که وقتی معیوب میشه پنل پایینیتون باد گرم میزنه. حالا کمپرسور اگر که کار نمیکنه یکی از دلایلش چیه؟ یکی از دلایلش این هستش که خازنش خراب شده. دلیل بعدیش این هستش که خدمت شما هست، خود کمپرسور ممکنه که نیمسوز داشته باشه. این مبحثش خیلی مفصله، بعدا برات میگم. میره سراغ 6، نامناسب بودن ظرفیت کولر گازی. آقا شما یه واحد آپارتمان 200 متری داری ولی میری یه دونه کولر گازی 24000 براش میخری، خب معلومه که بدبخت نمیتونه برسونه دما رو. خود کولر گازی داره درست کار میکنه ولی محیط داخل اطراف چی هستش؟ باد گرم میزنه. شما باید با توجه به مساحت هر واحدت ظرفیت مناسب و استاندارد اون محیط تو چیکار بکنی؟ انتخاب بکنی که اگر سوال داشتی از من بپرس. نکته بعدی میشه ترموستات. ترموستاتی که داخل واحد میذاری برای تنظیم و سنس کردن دمای محیطت که فقط فرمان بده به کولر گازیت، یا ترموستاتت معیوب هستش و یا اینکه فیوز پشت ترموستاتت سوخته و یا اینکه دماش نتونستی درست تنظیم بکنی، چون این حالت تابستونه و زمستونه داره. نکته بعدی خرابی برد هستش که کار شما نیستش تعمیرش، ولی اگر همین کارهایی که بهت گفتم انجام دادی نشود، آخر سر میری سراغ بردش. دلیل بعدیش این هستش که اون کندانسور بدبختو که گذاشتی تو پشت بوم، دور و برش گرفتی، یه قفس براش درست کردی یا یه مشما کشیدی، این بیچاره اصلا نمیتونه نفس بکشه و باید کندانسور رو از دیوار فاصله بدی. حداقل باید 1 متر 1.5 الی 2 متر بخوای از دیوار فاصله بدی، نباید به دیوار بچسبونی. بعضیا من دیدم به خاطر اینکه میترسن دوز بدوزتش، اومدن از دیوار چسبوندنش به دیوار و یه حسارم براش کشیدن و یه پوششی هم براش گذاشتن که اصلا دیده نمیشه. نکته بعدی خرابی خازن ها هست. خرابی خازن فن و خرابی خازن خوده کمپرسور شما. نکته بعدی این هستش که آفتاب مستقیم به خود کندانسور و یا پنل بیرونیتون میزنه. اگه بتونید یه سایبان توری براش درست بکنید، راندمان دستگاهتون فوق العاده میره بالا. دلیل بعدی این هستش که پشت پنل داخلیتون لوله ها رو وقتی میخوان جا بزنن، چون تحت فشار هست ممکنه شکستگی بشه و جاهایی که ما زانو داریم لوله میخواد از پنل داخلی بره به سمت پشت بوم و یا جاهای دیگه، ممکنه یه شکستگی کم داشته باشه و گاز نتونه به راحتی حرکت بکنه. این باعث میشه که سرعت چرخش گاز کم میشه و به کمپرسور هم فشار میاد و از اون طرف باعث میشه که سیستمتون باد گرم بزنه. یه نکته مهمی که خدمت شما اصلا میخواستم بهتون بگم این هستش که شما هر فصل، در هر فصل فقط یک بار، مثلا هر 3 ماه یک بار بیاین چیکار بکنید؟ اون کندنسر بالاییتون رو بیاین در روش در بیارین، یه مشما روی فنش بکشین، یه مشما روی کمپرسورش و بیاین با شلنگ آب چیکار بکنید؟ روی فین‌های آلومینیومی که از بیرون وقتی نگاه می‌کنه رنگش سبز رنگ است و لوله‌ها رو گرفته، اونا رو بهش شستشو بدین و گرد خاک رو ازش بپوشین. اگر خواستی هر کدوم از این بندها رو جداگانه برات توضیح بدم، تو تنها کاری که باید بکنی از ما حمایت بکن، 3 تا قلب قرمز تو قسمت کامنت‌ها بذار، این ویدیو رو برای دوستاتم بفرست، منتظر آموزش بعدی باش. خیلی مخلصیم، تو آموزش بعدی می‌بینمت.